خانم شیرین عبادی به دلیل انتشار کتابش قفس طلایی در یک کنفرانس مطبوعاتی در باشگاه مطبوعات پاریس حاضر شده است. سلام میکنم و سلام میگم به خانم فرمانبران. خیلی ممنونم از این که امروز اینجا هستید که خانم شیرین عبادی گفته های کوتاهی دارد. ما روزنامه نگاران را دوستان و مدافعان حقوق بشر می دانیم، زیرا بدون شما صدای ما شنیده نمی شود. ما از شما غربی ها خواهش می کنیم اگر مدافع حقوق بشر هستید به هنگام امضای قراردادها فراموشکار نباشید. خانم مرکل هرچه بگوید، آلمان در سال 2009 بالاترین رقم صادرات را با ایران امضا کرد. میزبان جلسه برناردو ویلاردیر میگوید شما خواستید کتابتان اول در اروپا منتشر شود و سپس در امریکا. چرا؟ این کتاب حاوی مطالب سیاسی است. خانم شیرین عبادی میگوید این کتاب سیاسی است، از کودتای علیه مصدق میگوید، از حضور جنرال هویزر در پیش از انقلاب در ایران نوشتم. ناشر کتاب ایتالیایی است و به زودی در امریکا هم این کتاب چاپ خواهد شد. در بخش پرسش و پاسخ سوالات هوشمندانه بسیار بود، نظیر این سوال از کانال سوم که پایان این تظاهرات خیابانی به کجا خواهد رسید. جنبشی که در ایران وجود داره یک جنبش دموکراتیکه و نه ایدئولوژیکی، یعنی افراد با ایدئولوژی‌های مختلف در درون این جنبش هستن. خانم عبادی میگوید کلوتید ریس را یک گروگان میداند و میگوید اگر سه امریکایی به محض ورود در ایران دستگیر شدند چگونه میتوانستند جاسوسی کرده باشند. مترجم این کنفرانس خانم معصومه لاهیجی بود که تحسین همگان را در کارش مشاهده کرد و بالاخره در فرصتی که صف روزنامه نگاران برای انجام مصاحبه طویل بود به خانم عبادی گفتیم: خانم عبادی بفرمایید که جایزه صلح نوبل برای شما سایه انداز شد یا راهگشا؟ این جایزه در سطح بین المللی به من خیلی کمک کرد، درهای زیادی رو باز کرد برای من، بلندگوهای زیادی رو در اختیار من قرار داد که من از آن طریق توانستم صدای خودم رو به گوش تعداد زیادی از مردم جهان برسونم و این البته در کار من و در پیشبرد کارهای من بسیار مؤثر بود. اما از اونجایی که دولت ایران همواره سعی کرد که این جایزه رو نادیده بگیره، تأثیری در عرصه ملی و در داخل کشور نداشت. خانم عبادی دقایق پیش شما در مورد نقش زنان صحبت کردید، سیمین بهبهانی، ندا و بسیاری دیگر و خود شما. این گزارش در لحظاتی پخش خواهد شد که ساعتی بعد جشن چهارشنبه سوری است. شما وضعیت زنان و سنت قدیمی های ایران رو چگونه میبینید؟ اصولا فرهنگ ایرانی احترام به زن و مادر رو توصیه میکنه. ببینید حتی در زبان فارسی ما برای زن و مرد ضمیر مخصوص نداریم، ولی اینکه در انگلیسی یا در فرانسه یا در عربی ضمائر مذکر و مؤنث دارن. این نشان از اون داره که فرهنگ ایران زبین از دیرباز، یعنی از زمانی که حتی قبل از زرتشت، از میترائیسم، از زمانی که آیین مهر در ایران بود و خیلی ها معتقدند که این آیین مادر بسیاری از ادیانه، ما زنان محترم بودند، در مقامات بالا بودند، در عرش بودند و خوشبختانه این فرهنگ هنوز بالکل از بین ما رخت بر نبسته. پرسش آخر از خانم عبادی این بود که شما در ملاقاتهای بین المللی و سیاسیتان با آنها چه میگویید و چه میشنوید؟ من چون مدافع حقوق بشر هستم، عمدتاً سوالاتی که مطرح میشه و گفتگوهایی که داریم پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران و در جهانه.
خانم شیرین عبادی خطاب به حضار گفته بود فراموش نکنید صدای اعتراض از حلقوم زنان ایران برخاست و سمبولش ندا شد. پاریس، گزارشی برای زن امروز.